دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید هر جا که هستید. من زهره هستم از برنامه English Now، از مجموع برنامه های نوتبوک شبکه تلویزیونی AMG در خدمت شما عزیزان. دوستان عزیزم اگه به خاطر داشته باشین، جلسه پیش راجع به Present Perfect یا حال کامل صحبت کردیم. مباحث مربوط به حال کامل یا Present Perfect مباحث بسیار پیچیده و گسترده‌ای هستن و ما اونها رو به دو بخش تقسیم کردیم. قرار شد که راجع به این موضوع در دو برنامه متفاوت و مجزا کاملا صحبت بکنیم از هم دیگه. امیدوار هستم که شما استفاده کرده باشین از جلسه پیش و مروری کرده باشی به مطالب این مطالب جلسه پیش، چون مطالب این جلسه کاملا مرتبط به مطالب جلسه قبل خواهد بود. در این برنامه هم راجع به یه مروری کوتاهی خواهیم داشت بر روی مطالبی که جلسه پیش گفتیم و طبق روال برنامه‌های قبلیمون با یه جمله انگیزشی برنامه رو شروع می‌کنیم و بعد راجع به کاربردهای پرزنت پرفکت بیشتر صحبت خواهیم کرد. همچنین راجع به فرم کوتاه شده پرزنت پرفکت و در نهایت هم اگر فرصت داشته باشیم در انتهای برنامه با یک داستان کوتاه که در مورد پرزنت پرفکت استفاده شده برنامه رو به پایان خواهیم برد. فراموش هم نکنید که حتما لابلای برنامه ما جملات محاوره‌ای و جملات کاربردی روزمره انگلیسی رو خواهیم داشت. من جا داره که تشکر بکنم از شرکت مورگج ترانزیت، اسپانسر محترم برنامه. Are you planning to purchase a home or refinance your existing mortgage? You may want to start off with finding the right mortgage broker. Here are a couple of pointers to bear in mind when choosing a right mortgage broker. A competent mortgage broker provides you with a lot of information about the process and the product they are offering you. They should always provide you with details of the given deal instead of just making you sign off on a commitment with limited information. The product or the service they are offering you must best suit your qualifications and financial needs. A good mortgage broker will look for the best product matching your short and long-term needs, as opposed to just focusing on the lowest interest rate. Always look to find if there are positive reviews or online testimonials about their services. At Mortgage Transit, the services we provide will save you time and money. Mortgage Transit, your journey home. خب دوستان، همونطور که حتما به خاطر دارید جلسه پیش همونطور که عرض کردم خدمتتون راجع به پرزنت پرفکت صحبت کردیم و راجع به فرم های مربوط به پرزنت پرفکت یه یادآوری کوتاه داشته باشیم. فرم های پرزنت پرفکت عبارتند از فاعل به اضافه هاف یا هاز، فعل کمکی هاف یا هاز به اضافه قسمت سوم فعل یا پاست پارتیسیپل. خواهش کردم ازتون که قسمت سوم فعل های بی قاعده رو حتما بخونید، مطالعه بکنید، چون در آینده هم به دردمون خواهد خورد و استفاده زیادی ازشون خواهیم برد و خیلی هم مهم هستن. افعال بی قاعده رو شما قسمت سومشون رو و همچنین پاست سیمپلشون یعنی قسمت دومشون رو میتونید به راحتی در انتهای کتابای گرامری پیدا بکنید و در حالتی که کتاب گرامری در دسترستون نبود میتونید خیلی راحت جستجو کنید در اینترنت و اونها رو پیدا کنید. فعل های مهمی هستن، هرچند که تعدادشون خوشبختانه زیاد هم نیست. اما مطلب دیگه مهم دیگه ای که راجع بهش صحبت کردیم جلسه پیش در ارتباط با قیود زمان یا قیدهای زمان، قیدهای مربوط به پرزنت پرفکت بودن. 5 تا قید مهم داره پرزنت پرفکت که عبارتند از for, since, already, just و yet. یک بار دیگه مرور بکنیم که در هر کدوم چه کاربردی داشتن. فور برای بیان طول مدت عملی استفاده میشه. مثلا من میگم I have lived in Toronto for 1 year، یعنی برای یک سال در تورنتو زندگی کردم. یه زمانی میگم I have lived in Toronto since 2016، من از یک سال پیش در تورنتو زندگی کردم. پس دقت بکنی که در جمله اول اشاره داشتم به طول مدت زمان، برای یک سال زندگی کردم و بعد در جمله دوم اشاره داشتم به که از یک سال پیش تا حالا زندگی کردم. این تفاوت فور و سینس هستش. اما دو قید دیگه که به هم نزدیک هستن اوردی و سینس هستن. اوردی به معنای این که چیزی یا کاری قبل از اون چیزی که انتظارشو داشتیم به پایان رسیده. مثلا I have already finished my homework، یعنی من هومورکم رو، تکالیفم رو پیش از اون چیزی که انتظار میرفت تمام کردم. و یه جایی هم میگیم I have just finished my homework، یعنی من تکالیفم رو همین الان به تازگی تمام کردم. فرق already و just هم در این هستش که just قیدیه که بیشتر نشون میده عملی همین الان نزدیک به زمان حال حاضر به پایان رسیده. و در نهایت هم قید yet رو داشتیم. yet به معنی هنوز که در جملات سوالی و جملات منفی ازش استفاده میکنیم. Have you finished your homework yet? No, I haven't finished my homework yet. تکالیفتو تمام کرده ای؟ یا نه؟ نه، من هنوز تکالیفم رو تمام نکردم. Okay. پس 5 تا قید مهم رو حتما به یاد داشته باشید. اساسا ما این پرزنت پرفکت رو به خاطر همین قیود استفاده میکنیم.
همچنین من راجع به فلسفه پرزنت پرفکت هم باهاتون صحبت کردم، عملی که در گذشته اتفاق افتاده ولی یه جورایی به حال حاضر هم مربوط میشه، یعنی پرزنت پرفکت گذشته رو به حال پیوند میده. حالا بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد وقتی وارد کاربردها بشیم. خب دوستان، این جلسه قرار هست راجع به پرزنت پرفکت و کاربردها و مسائل مربوط به پرزنت پرفکت صحبت بکنیم. طبق روال همیشه هم با یه جمله قصار و یه جمله انگیزشی صحبت خواهیم کرد. نگاه بکنید جمله انگیزشی این جلسه رو. خب جمله انگیزشی این جلسه به این شکل هست: Be nice to everyone. Be friends with a few. Trust one person, yourself. خب Be nice to everyone با فعل کمکی be جمله شروع شده. فعل در حقیقت اینجا فعل اصلی هست، be، و فعل امری هم هست. یعنی با همه مهربان باش، با همه خوب باش. Be friends with a few. با تعداد اندکی دوست باش. Trust one person. به یک نفر فقط اعتماد کن. Yourself. اون هم خودت. خب جمله زیبایی بود، امیدوارم که لذت برده باشید. خب دوستان، بریم سراغ درس امروز و ادامه مطالب مربوط به پرزنت پرفکت با کاربردهایی که این زمان داره. اولین کاربردی که پرزنت پرفکت داره دوستان عزیز، برای بیان عملی یا حالتی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا میکنه. به مثال ها توجه بفرمایید عزیزان. They have lived in this apartment for 12 years. آنها 12 سال است که در این خانه زندگی کردند یا زندگی میکنند. یعنی از 12 سال پیش زندگی کردن تا الان اونجا زندگی میکنن. چیزی که برای ما مهمه اینه که این عمل از 12 سال پیش شروع شده و تا حال حاضر ادامه پیدا میکنه. اساسا پرزنت پرفکت اطلاعی راجع به آینده به ما نمیده که آیا در آینده هم اونجا زندگی خواهند کرد یا نه. برای اینکه به آینده هم پی ببریم، معمولا پرزنت پرفکت کانتینیوس این اطلاعات رو به ما میده که برنامه بعدی ما در ارتباط با پرزنت پرفکت کانتینیوس خواهد بود. اما مثال دیگه توجه بفرمایید دوستان. My brother has played volleyball since he was 13. برادر من از وقتی 13 ساله بود والیبال بازی می‌کرده است. دقت بفرمایید، has played volleyball since he was 13. از زمانی که 13 سال داشته تا الان والیبال بازی می‌کرده. پس عملی از گذشته شروع شده تا حال حاضر ادامه پیدا کرده. باز هم ما اطلاعی راجع به آینده‌اش نداریم. پس اولین و یکی از مهمترین کاربردهای پرزنت پرفکت برای بیان عملی هستش یا حالتی هستش که در گذشته شروع شده و تا زمان حال حاضر ادامه پیدا می‌کنه. اینجاست همون جایی که خدمتتون عرض کردم جلسه پیش که پرزنت پرفکت گذشته رو به حال مربوط میکنه. اما ببینیم دومین کاربرد پرزنت پرفکت چی هست عزیزان. کاربرد دوم پرزنت پرفکت برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و در گذشته به پایان رسیده، اما اثر آن تا زمان حال باقی مونده است. البته دوستان توجه بکنید که درسته که در گذشته اتفاق افتاده، اما دقیقاً مشخص نیست در چه زمانی در گذشته اتفاق افتاده. چرا که عملی اگر ما بدونیم در چه زمانی در گذشته اتفاق افتاده، باید براش پاست سیمپل استفاده بکنیم. ولی زمان اتفاق افتادن اعمال در پرزنت پرفکت کاملا نامشخصه. خب حتی اگر بدونیم که در گذشته این عمل اتفاق افتاده، اینجا آنچه که برای ما مهمه اثریه که این عمل داره در زمان حال حاضر. به مثال توجه بفرمایید دوستان. She has bought a new computer for 3 months. اون 3 ماه هست که یک کامپیوتر جدید خریده است. Has bought. بود گذشته و past participle فرم یا قسمت سوم فعل buy هستش، فعل بیقاعده buy. یا مثال بعدی رو نگاه بکنید. I have washed my clothes. اما اثری که این دو تا مثال دارن در زمان حال حاضر مهمه. در مثال اول هنوز اون کامپیوتر رو داره. پس 3 ماه پیش کامپیوتر رو خریده و هنوز هم اون کامپیوتر رو داره. به خاطر همین پرزنت پرفکت استفاده میکنیم. ما میتونستم خیلی ساده بگم She bought a new computer 3 months ago. یعنی 3 ماه پیش یه کامپیوتر جدید خرید. ولی اون وقت اشاره به این نداشتم که اثرش تا حال حاضر مونده. یعنی اون وقت نمیدونستم آیا کامپیوتر هنوز داره یا نداره. اما اگه بخوام بگم که اون 3 ماه پیش کامپیوتر خرید و این کامپیوتر رو هنوز هم داره، باید از پرزنت پرفکت استفاده بکنم. یا جمله بعدی هم به همین شکل. I have washed my clothes. من لباسامو شستم. اما اگر میگفتم I washed my clothes، یعنی لباسامو شستم، دیگه مشخص نبود که این لباسا الانم تمیز هستن یا تمیز نیستن. اوکی؟ ولی I have washed my clothes نشون میده که این لباسا شسته شده هستن و الان هم تمیزن. پس دومی کاربرد پرزنت پرفکت برای بیان عملی هست که در گذشته شروع شده و حتی تمام شده، ولی اثر اون تا زمان حال باقی مونده است. اما ببینیم سومی کاربرد پرزنت پرفکت چیه. سومی کاربرد پرزنت پرفکت یا حال کامل برای بیان عمل یا حالتیه که در گذشته شروع شده و تمام شده اون هم، ولی اثر اون به صورت تجربه در حقیقت نزد ما باقی مونده. به طور مثال میتوان به مسافرت هایی که رفته ایم، غذاهایی که خورده ایم، افرادی که دیده ایم و امثال اون اشاره بکنیم. در این صورت حتما باید از زمان حال کامل استفاده بکنیم. برای پرسیدن راجع به تجربیات افعال معمولا از سوال have you ever استفاده میشه
که قبل از قسمت سوم باید از ادورب ever استفاده بکنیم. به مثال توجه بکنید. Have you ever been to China؟ آیا تا حالا به چین رفته ای؟ Yes, I have visited China twice. بله، دو بار از چین دیدن کردم. یا I have never eaten sushi in my life. من در طول عمرم سوشی نخوردم. پس سومین استفاده از present perfect که اون هم استفاده مهمیه برای بیان تجربیات استفاده میشه. معمولا هم با جمله سوالی میاد. Have you ever؟ یعنی آیا تا حالا تو زندگیت فلان تجربه رو داشتی یا فلان کار رو کردی؟ که با present perfect هم جواب داده میشه. مثلا من میتونم بگم Have you ever been to China؟ آیا تا حالا چین رفته ای؟ بگم Yes, I went to China 2 years ago. بله، من 2 سال پیش به چین رفتم. به خاطر اینکه قید زمان 2 سال پیش رو آوردم، حتما باید از گذشته ساده در اینجا استفاده کنم و نه present perfect. پس هر وقت خواستین راجع به تجربیاتتون استفاده بکنید، صحبت بکنید، باید حتما از present perfect استفاده کنید دوستان. اما در نهایت کاربردهای دیگه هم میتونید برای present perfect یاد بکنید. نگاه بکنید به اسلاید بعدی که براتون آماده شده. برای بیان عمل یا حالتی که هرگز یا برای مدتی اون را انجام نداده ایم. مثلا my parents have never traveled abroad. یعنی در طول زندگیشون هیچ وقت این تجربه براشون رخ نداده. این شبیه همون کاربرد شماره 3 میمونه. تجربه‌ای که حالا شما براتون پیش اومده یا پیش نیومده. یعنی پدر مادر من هرگز به مسافرت خارج نرفتند. یا I haven't gone to the cinema for 5 years. 5 سال است که به سینما نرفتم. دو، برای بیان کاری که اون رو برای اولین بار یا چندمین بار انجام میدین. مثالش رو ملاحظه میفرمایید دوستان. It's the first time that she has been on a diet. این اولین باره که اون رژیم میگیره یا رژیم گرفته است. یا مثال بعدی، This is the fourth time that we have complained about working conditions. این چهارمین باره که ما درباره شرایط کاری شکایت کرده ایم. و در نهایت برای بیان کردن صفات عالی ما از present perfect استفاده میکنیم. This is the most popular song that I've ever heard. این محبوب ترین آهنگی که تا به حال شنیدم. این مورد آخر خیلی مورد مهمیه دوستان. برای بیان صفات عالی از present perfect استفاده میکنیم. اگر حضور ذهن ندارین که صفات عالی کدام صفات ها هستن، ما حتما یه برنامه رو اختصاص خواهیم داد به صفات های تفصیلی و صفات های عالی و مفصلا راجع به این دو صفات صحبت خواهیم کرد. صفات های عالی صفات های ترین هستن، صفات هایی که راجع به یک موضوع اشاره میکنن به این شکل که مثلا زیباترین کشور، محبوب ترین آهنگ، که چطور این صفات ها رو بسازیم که یه مبحث جدا رو کاملا میطلبه. پس اینم استفاده از present perfect و کاربردهای present perfect بود که با هم دیگه دیدیم. اما در آخر برای بیان عمل یا حالتی که از گذشته تا حالا چندین بار تکرار شده، یعنی به تفاوت تکرار شده اون عمل، باز هم از present perfect استفاده میکنیم. ملاحظه میفرمایید دوستان در مثالی که براتون اومده. My mother has cooked spaghetti 3 times this week. مادر من این هفته 3 بار برای ما اسپاگتی درست کرده. I've been on vacation in London several times. من چندین بار برای تعطیلات به لندن رفتم. برای بیان عمل یا دستاوردی که در طول زندگی توسط ما یا دیگران به دست اومده و زمان دقیق اون هم مشخص نیست. ما همیشه یادمون هست که در present perfect زمان دقیق انجام عملی مشخص نیست. ما برای این اعمال از present perfect استفاده میکنیم. اما اگه بخوایم در مورد کاری صحبت بکنیم که زمان دقیق انجام و مشخصه، باید حتما از گذشته ساده استفاده کنیم، همونطور که خدمتتون عرض کردم. مثلا به مثال دقت بفرمایید. I have eaten Japanese food many times. یعنی من بارها غذای ژاپنی خوردم. زمان مشخص نیستش. ولی مثال دوم رو ملاحظه بفرمایید. I ate Japanese food 3 months ago. من 3 ماه پیش غذای ژاپنی خوردم. پس هر وقت به زمان به طور مشخص در گذشته اشاره داشتیم از past simple استفاده میکنیم. ولی هر وقت زمان برام مهم نبود و زمان انجام کاری رو نمیدونستیم، از present perfect حال کامل استفاده میکنیم. اساسا همونطور که خدمتتون عرض کردم، در حال کامل و present perfect ما زمان دقیق انجام کاری رو نداریم. و یا اینطور بهتون بگم دوستان، در present perfect چیزی که وجود داره این هستش که زمان برای ما مشخص شده نیست، یا در همون محور زمانی که من در برنامه قبلی خدمتتون عرض کردم، اگه present simple رو اینجا در نظر بگیریم و past simple رو کمی عقب‌تر، present perfect بازی زمانی بین past simple و present simple قرار خواهد گرفت. خب
دوستان جلسه پیش اگه خاطرتون باشه راجع به صرف فعل در زمان حال کامل یا پرزنت پرفکت صحبت کردیم. امروز فقط میخوام یه مرور کوتاهی داشته باشیم بر صرف افعال در زمان حال کامل. اگه نگاه بفرمایید بر اسلایدی که براتون آماده شده، بازم همون مطالب رو میبینید. زمان I, you, we, they با فعل have در حقیقت صرف میشن، یعنی ضمیر فاعلی به اضافه فعل have، حالا اگه منفی باشه have not، به اضافه فرم سوم فعل اصلی که در اینجا visited هستش. اما ضمایر سوم شخص مفرد مثل همیشه خلاف قاعده هستن و جور دیگه ای صرف میشن، مثل present simple یا مثل present continuous. He, she, it با فعل کمکی has و در صورت منفی بودن با has not صرف میشن به اضافه فرم سوم فعل اصلی. پس ما در جمله‌مون خواهیم داشت I have visited many countries. They haven't visited many countries. و در صورت منفی بودن فقط کافیه یک not رو در مقابل فعل کمکیمون قرار بدیم. اگه جمله شما فعلی داشته باشه که اون فعل چند بخشی باشه و فعل کمکی داشته باشه، همیشه not به فعل کمکی متصل میشه و نه به فعل اصلی. و در مورد he و she و it، اونها با فعل کمکی has صرف میشن. He has not visited many countries. She has visited many countries. این در مورد جملات خبری یا جملات مثبت هستش. اما ببینیم جملات دیگه به چه صورت هستن. جملات منفی هم البته به همین شکل هستن. جملات پرسشی، برای جملات پرسشی همونطور که در جلسه پیش خدمتتون عرض کردم، وقتی که ما فعل کمکی رو در جمله داریم، کافی جای فاعل، ضمیر فاعلی با فعل کمکی عوض بشه و بقیه جمله به همون شکل بمونه. در این صورت جمله پرسشی yes و no خواهیم داشت. مثل مثالی که ملاحظه می‌فرمایید. Have you visited many countries? Have they visited many countries? Have I visited many countries? و برای سوم شخص مفرد he, she و it باز هم از has استفاده میکنیم. Has he visited many countries? Has she visited many countries? آیا اوی مؤنث یا اوی مذکر کشور زیادی دیدن کرده یا نه؟ Okay. پس این طریقه سوالی کردن و طریقه نوشتن جملات در زمان حال کامل هستش. اما ببینیم حالت contracted شده present perfect به چه صورته. چون present perfect جز اون زمانه هستش که به صورت full form استفاده نمیشه. در speaking، در مکالمه، از حالتهای short form همیشه استفاده میشه. حالا ما بعدها زمانهای پیچیده تری رو خواهیم خوند، حالتهای پیچیده تری رو خواهیم خوند و خواهید دید که این حالت‌ها مرتب به صورت فشرده استفاده میشن، به صورت contracted form استفاده میشن و نه به صورت full form، چون ترجیح برای اینه که speaking تا اونجا که ممکنه روانتر و صریح‌تر باشه. نگاه بفرمایید در اسلایدی که براتون آماده کردم دوستان. I have not تبدیل شده به I haven't. He has not تبدیل شده به he hasn't. She has not یا she's not تبدیل شده به she hasn't. We have not تبدیل شده به we've not و یا we haven't. They have not یا they've not تبدیل شده به they haven't. و حالت مثبتشون I have تبدیل میشه به I've. You have you've. He has he's. دقیقا مثل he's. اون he که با apostrophe اسمیه به معنی he is. He has و he is فرم contracted form شده یه جفتشون he's هستش و ما فقط از اون کانتکست جمله و حالت گرامری جمله متوجه میشیم که منظور he is has یا he has. اگه بعدشون فرم سوم فعل بیاد قطعا he has مورد نظر بوده و اگه فرم سوم فعل نیاد منظور he is بوده. It has, it's. We have, we've. They have, they've. پس این هم از فرم نگتیو و فرم مثبت افعال پرزنت پرفکت در حالتی که شکل ساده شده میگیرن، شکل کوتاه شده و یا به قول انگلیسی ها شکل کانترکتد فرم میگیرن که کاملا حالت روان هستش و در مکالمه های روزمره به این شکل استفاده میشه. شما هم سعی بکنید دوستان از همین ابتدا پرزنت پرفکت رو به این شکل استفاده بکنید و خیلی کتابی و جدا جدا از هم دیگه استفاده نکنید ازش. خب دوستان، همونطور که قول داده بودم خدمتتون، ما هر جلسه یک جمله کاربردی هم یاد میگیریم. ببینیم جمله کاربردی امروزی که براتون آماده شده چی هستش. دوستان با هم دیگه نگاه بکنید به این اسلاید. I don't mean to pry. I don't mean to pry به معنای I don't want to be curious هستش. یعنی نمیخوام فضولی کنم. جمله کاملا کامنیه، خیلی استفاده میشه. زمانی که میخوایم بگین قصد فضولی ندارم یا نمیخواستم کنجکاوی بکنم تو زندگیتون، از این جمله استفاده میکنید. ملاحظه بفرمایید مثالی که براتون آوردم. I don't mean to pry, but can I ask how much money do you make every month? نمیخوام فضولی کنم ولی میشه بپرسم ماهانه چقدر درآمد داری؟ میبینی که اول جمله با I don't want to pry شروع شده. خیلی وقتو برای اینکه
نیتیو سپیکر ها میخوان سوالی بپرسن، فقط میخوان به شنوندهشون این حس اطمینان رو بدن که قصد فضولی تو زندگیشون رو ندارن، با جمله I don't want to pry شروع میکنن. پس حتما این جمله بسیار کاربرد رو یاد بگیرید و در میتونید در سوالاتی که میپرسید یا در حرفایی که میزنید ازش استفاده بکنید. پرای به معنی فضولی کردن یا به معنی سرک کشیدن تو زندگی دیگران هستش. خب اما برگردیم به پرزنت پرفکت، موضوعی که داشتیم راجبش صحبت میکردیم. تا اینجا دوستان ما راجبه فرم پرزنت پرفکت صحبت کردیم، راجبه کاربردهای بسیار مهم پرزنت پرفکت صحبت کردیم، راجبه صرف افعال در زمان پرزنت پرفکت صحبت کردیم، راجبه فرم کانترکتد شده و یا کوتاه شده پرزنت پرفکت صحبت کردیم و الان هم میخوایم راجبه هجی کردن یا اسپل کردن پرزنت پرفکت در شرایط خاص صحبت بکنیم که خب در اسپیکینگ تغییر زیادی به وجود نمیاره، ولی اگر شما بخواید چیزی بنویسید حتما براتون حائز اهمیت میشه. خب دوستان، در افعالی که به ای ختم میشن فقط دی به آخر فعل اضافه میشه. این در ارتباط با فعل‌های با قاعده هست. شما اگه فعل با قاعده ای داشته باشید، همونطور که من در درس مربوط به پاست سیمپل خدمتتون عرض کردم، کافیه دی به آخر فعلتون اضافه بکنید. در این صورت گذشته ساده و یا پاست پارتیسیپل خواهید داشت. Close closed، arrive arrived، بدون که تغییری به وجود بیاد. اما مورد دوم، در افعالی که به وای ختم میشن، در صورتی که صدای قبل از وای مثبت باشه، یعنی حرف صدا دار باشه، یادمون هست حرفای مثبت رو A, E, I, O, U، فقط E, D به آخر فعل اضافه میشه. و در صورتی که صدای قبل از Y صامت باشه، یعنی همه حروف به غیر از این پنج حرفی که خدمتون عرض کردم ابتدا Y تبدیل به I, E میشه، تبدیل به I میشه، سپس E, D اضافه میشه. نگاه بفرمایید دوستان، مثلا enjoy تبدیل شده به enjoyed، هیچ تغییری نکرده به خاطر اینکه قبل از why ما او را داریم که حرف صدا داره. یا stay تبدیل شده به stayed، هیچ تغییری نکرده چون که قبل از why ما صدای a رو داریم که حرف صدا داره یا مثبت محسوب میشه. اما vary رو نگاه بکنید، به معنی متنوع بودن، متعدد بودن. why برداشته شده، why تبدیل شده به I و بعد ما ed رو اضافه کردیم. یا hurry، hurry به معنی تعجیل داشتن، عجله داشتن که قبلا هم این فعل رو دیده بودیم در اسلایدهای مربوط به پرزنت سیمپل. وای برداشته شده، آی به جاش نوشته شده و بعد ما ایدی رو اضافه کردیم به خاطر اینکه قبل از وای در هر دو مثال ما حرف بی صدای آر رو داریم. اوکی؟ پس این دو مورد در ارتباط با هجی کردن فعل در زمان حال کامل هستش. ولی بازم نکات دیگه وجود داره در مورد هجی کردن، با هم اسلاید بعدی رو نگاه بکنیم دوستان. اما ببینیم چه زمانهایی وقتی که ایدی یا دی خالی یا حالا ایدی رو اضافه میکنیم به پایان فعلمون، چه زمانی حرف آخر دوبله میشه، یعنی دو بار تکرار میشه، و چه زمانی تغییری نمیکنه. حتما این سوال براتون پیش اومده که چرا بعضی وقتا حرف آخر یک فعلی تغییر میکنه، دو بار نوشته میشه و بعضی وقتا تغییری نمیکنه. دوستان دلیلش الان با هم دیگه میفهمیم. در کلی افعال تک سیلابی و یا افعال چند سیلابی که تکیه یعنی استرس در سیلاب آخر باشه، حرف بی صدا یا کانسوننت در انتهای فعل دو بار تکرار میشه. نگاه بفرمایید، بن به معنی متوقف کردن. بن یه فعل یک سیلابیه و همطور که ملاحظه میفرمایید این فعل یک سیلابی ما به حرف بی صدایی ان ختم شده و قبل از ان حرف مثبت ای رو داریم. پس حرف مثبت به اضافه حرف بی صدا، فعل هم که تک سیلابی، پس حتما ان باید دو بار تکرار بشه وقتی ای دی رو اضافه میکنیم. و یا فعل trap به همین شکل، پی ای بی صدا مثبت، پس پی دابل تکرار میشه. prefer فعل چند سیلابیه، اوکی؟ ولی سیلاب دومه که استرس داره. به همین خاطر نگاه میکنیم به حرف آخر این سیلاب دوم. اگه قانونه حرف بی صدا و قبل اون حرف مثبت وجود داشته باشه، باید حرف آخر دوباره تکرار بشه. میبینیم که فعل به آر ختم شده، قبل از آرم حرف صدا داره ای رو داریم. پس حتما باید آر رو دوبله بکنیم، دوبار بنویسیم و بعد ای دی رو اضافه بکنیم. اما در افعالی که دو سیلابی هستن و یا بیشتر از دو سیلاب دارن، در صورتی که تکیه یا همون استرس در سیلابی غیر از سیلاب آخر باشه، حرف بی صدا دوبار تکرار نمیشه. مثلا فعلی مثل open رو نگاه بکنید، open سیلاب استرسش روی همون سیلاب اوله، یعنی ما نمیگیم open، میگیم open، یعنی استرس رو سیلاب اوله و نه سیلاب آخر. اگرچه به یک حرف بی صدا ختم شده و قبل از اونم حرف صدا دار وجود داره، تغییری در تعداد حرفای بی صدای آخر فعل به وجود نمیاد وقتی ایدی رو اضافه میکنیم. یا فعل آخر آفه. آفه هم دو سیلابیه مثل prefer، ولی با این تفاوت که استرس و سیلاب اولشه من سیلاب دوم. به همین خاطر تفاوتی در هجی کردن این فعل وقتی ایدی رو اضافه میکنیم به وجود نمیاد. خب این نکته ریزیه که دوستان که دقت بکنید، توجه بکنید، نکته مهمی هست که متاسفانه بعضی وقتا دوستان توجه نمیکنن بهش.
خب دوستان، این مباحث مربوط به پرزنت پرفکت بود. امیدوارم که استفاده کرده باشین. اگر سوالی دارین حتما با ما در تماس باشین و سوالاتتون رو بپرسین. اما میرسیم به بخش جالب برنامه‌مون که مربوط میشه به Everyday English، جملات کاربردی و جملاتی که هر روز به درد ما میخونن. Everyday English که براتون آماده کردیم امروز در ارتباط با فعل make هست، ولی phrasal verb های فعل مربوط به make. همونطور که یادتون هست چند جلسه پیش هم راجع به phrasal verb ها صحبت کردیم، فعل های چند بخشی که یه بخششون فعل اصلیه و بخش دیگه هم preposition هستش. من سه تا فعل از فعل های phrasal verb مربوط به make رو انتخاب کردم که عبارتند از made of، made from و made with. هر سه اینها مربوط میشن به اینکه چیزی از جنس خاصی هستش یا از جنس خاصی ساخته شده. ببینیم این سه تا با هم دیگه چه فرقی دارن. خب دوستان نگاه بفرمایید اولی رو، made of. She wore a beautiful necklace made of silver. و یا this table is made of American white oak. وقتی که شما در مثال اول ملاحظه میکنید من از made of استفاده کردم. اما در مثال دوم ببینید made from. Plastic is made from oil. The earliest canoes were made from tree trunks. حالا چه فرقی بین made of و made from وجود داره؟ یه تفاوت خیلی ریزی وجود داره دوستان. در مثال اول وقتی میگیم چیزی made of چیز دیگه شده، یعنی اون متریال اصلی در اون چیزی که ساخته شده هنوز به چشم میخوره. مثلا نکلس یا گردنبندی که از نقره ساخته شده، شما هنوز نقره رو توی اون گردنبند میتونید ببینید. ولی در مثال دوم، پلاستیکی که از اویل ساخته شده، شما دیگه اویل رو تو پلاستیک نمیبینید. پلاستیک کاملا تغییر شکل داده. پس وقتی چیزی کاملا تغییر شکل میده ما از made from استفاده میکنیم. ولی چیزی اگه تغییر شکل نداده باشه و هنوز شما بتونید ببینید که از چی ساخته شده، مثل نکلسی که از یعنی گردنبندی که از نقره ساخته شده، ما از made of استفاده میکنیم. و اما مثال آخر، made with. This dish is made with beef, red peppers and herbs. یعنی این وعده غذا، این غذا از بیف، گوشت گاو، red peppers، فلفل قرمز و هب سبزیجات ساخته شده، به وجود اومده، درست شده، به عبارتی درست شده. خب made with معمولا برای غذاها استفاده میشه، برای اینگریدینت غذاها، ترکیبات غذا استفاده میشه. وقتی میخوایم بگیم که یه غذا از چه ترکیباتی استفاده شده، ما از made with استفاده میکنیم. یا is sushi always made with raw fish؟ آیا سوشی همیشه با ماهی خام درست میشه یا خیر؟ پس درست شدن made with برای اینگریدینت های غذا استفاده میشه، در حالی که made of و made from معنی متفاوت تایی دارن. خب این تفاوت ریزی بود بین سه تا فعل فریزال که من سعی کردم براتون خیلی ساده با مثال های روشن توضیح بدم. امیدوارم که براتون روشن شده باشه تفاوت made of, made from and made with. خب دوستان در آخر برنامه سلاید دیگری هم براتون آماده شده در ارتباط با موضوع Everyday English. اجازه بده این رو هم با هم ببینیم قبل از اینکه خداحافظی بگیم به هم دیگه. خب so to either و neither، ببینیم که چطور میتونیم هر کدوم از اینا رو استفاده بکنیم. خیلی مهم هستن، خیلی کاربرد دارن در جملات هر روزه. ببینید دوستان، I like Italian food a lot، یعنی من غذای ایتالیایی خیلی دوست دارم. اگه نفر مقابل بخواد بگه که منم همینطور، چطور میگه به انگلیسی؟ باید بگه so do I یا I do too. چرا باید بگه so do I؟ به خاطر اینکه جمله اصلی تو present simple بوده. پس این فرد هم باید در پاسخ بگه do I، so do I، یعنی از همون فعل کمکی present simple استفاده بکنه. مثلا اگه من میگفتم I liked Italian food a lot، یعنی در گذشته من غذای ایتالیایی خیلی دوست داشتم، اون نفر مقابل باید پاسخ میداد so did I، یعنی من هم خیلی دوست داشتم. Okay؟ یا I did too. اما مورد بعدی، I'm crazy about dessert. حالا اینجا ببینید با فعل to be، فعل اصلی جمله فعل to be هستش. پاسخی که فرد مقابل میده میگه so am I. دیگه از فعل do یا did استفاده نمیکنه، چون فعل اصلی جمله فعل am هستش. ما با همون فعل باید پاسخ بدیم. پس من خیلی دیوونه dessert هستم، نفر مقابل جواب میده so am I، منم همینطور. یا I am too. I can eat spicy food، یعنی من میتونم غذاهای خیلی تند بخورم. بازم فعل کمکی can داریم، قراره با همون فعل کمکی جواب بدیم. So can I. I can too. پس خیلی ساده است. با اونی که با to میاد که خیلی آسونه، شما کافیه فقط همون فعل کمکی رو بیارید و to رو در آخر استفاده بکنید. و اونی هم که با so میاد، so رو مینویسیم، بعد فعل کمکی مناسب اون جمله‌ای که نفر اول گفته رو میذاریم و بعد فاعل رو قرار میدیم. اوکی؟ پس اگه فعل کمکی موجود باشه توی جمله همون استفاده میکنیم. اگه نباشه مثل جمله اول که I like Italian food بود، فعل
کمکی اون جمله دو هستش، من دو رو از کانتکست جمله میکشم بیرون و میگم so do I. اما I don't like greasy food. من از غذای چرب خوشم نمیاد. حالا میخوایم منفی جواب بدیم. یه کسی که چیزی منفی گفته ما هم بگیم ما هم دوست نداریم. I don't like greasy food. من غذای چرب دوست ندارم. اگه بخوایم بگیم که منم دوست ندارم، میگیم neither do I. یعنی با neither به جای so شروع میکنیم. بقیه استراکچر همون خواهد بود. پس neither مینویسم، دو که فعل کمکی مربوط به پرزنت سیمپل هم مینویسم و بعد فاعل رو خواهم داشت. I don't like either یا I don't either. من هم دوست ندارم. تو و آیدر هم معنی هستن، با این تفاوت که تو رو در جملات مثبت به کار میبریم، آیدر رو در جملات منفی حتما باید به کار ببریم. و یه مثال بعدی، I'm not in the mood for Chinese food. یعنی من حوصله غذای چینی رو ندارم الان. Neither am I. ببینید فعل کمکی جمله am هستش، ما هم بعد از neither am رو بردیم و بعد هم بلا فاصله فاعل I. و یا I'm not either. منم هم همچنین. I can't stand fast food. یعنی من اصلا نمیتونم غذاهای fast فود رو، غذاهای جانک فود رو تحمل بکنم. Neither can I. بازم neither رو می نویسم. فعل کمکی مربوط تر از جمله در میارم بیرون و بعد فاعل رو، یا I can't either. یعنی منم همچنین. Okay؟ دوستان امیدوارم که لذت برده باشین، براتون مفید بوده باشه. مرسی که ما رو تماشا کردید. مرسی که ما رو دنبال میکنید. با ما در تماس باشید. برنامه بعدی ما رو از دست ندید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.